بادغیس از جمله ولایاتی است که در غرب کشور موقعیت دارد و از لحاظ بازسازی شاهد کمترین توجه از سوی حکومت مرکزی بوده است. مؤسسه معاونت انسانی و انکشافی برای افغانستان اهدا از بدو تأسیس در سال 1996 بدین سو در ولایت بادغیس و سایر ولایات آسیب پذیر افغانستان فعالیت می کند. مؤسسه اهدا در طی پروژه گذر از خشونت به سوی صلح با حمایت مالی مؤسسه سی ایت و با همکاری ریاست امور زنان و معارف این ولایت برای نخستین بار نمایشگاه نقاشی مختص بانوان تحت عنوان صدای سکوت به منظور کاهش خشونت علیه زنان و دسترسی زنان به عدالت برگزار نمود. این نمایشگاه رقابتی میان 40 تن از شاگردان معارف را فراهم ساخت. شاگردان از سوی مؤسسه اهدا بسته های نقاشی که شامل تمام لوازم مورد نیاز نقاشی آبرنگ را داشت دریافت نمودند. هدف از این برنامه نشان دادن خشونت ها علیه زنان توسط تصاویری که توسط خانم ها ترتیب شده و به سمع آقایان برسانند تا خشونت علیه زنان کاهش یابد. هدف این بود که ما بتانیم از این طریق انواع خشونت را به تصویر بکشیم و سطح آگاهی مردم در مورد خشونت بالا ببریم. چون زیادتر سر مسئله سوژه بود، خیلی سر تکنیک و قدم ها فشاری نداشتیم. خیلی کوشش کردم که موضوعی در نظر بگیرم که بتونه صدای زنای افغانستان به از طریق نقاشی به مردم گویا بسازم. چیزی که من دکه شدم درباره خشونت های خانوادگی می باشه، پدر بد اخلاقه، در روی کس 46 تن از اعضای فامیل می باشه که خصوص پدر و مادر و فرزندان اونها می باشه. و در پایان برای 10 اثر برتر جوایزی مانند لپتاپ و آیپد های هوشمند اهدا گردید. ریاست امور زنان ولایت بادغیس لوح تقدیری به پاس خدمات ارزنده مؤسسه اهدا در این ولایت اهدا نمود. همچنان رسانه‌های ملی از جمله شبکه جهانی تولو نیوز از جریان برگزاری نمایشگاه گزارش‌های تهیه و در سرویس‌های مختلف خبری به نشر رساندند. Thank you.